امروز میخوایم درس 5 و 6 رو کار کنیم. درس 5 و 6 شناخت آکوردهای مینور و ماژوره. خب اون جلسه گفتیم که نوت‌های لاتین C D E F G A B یعنی دو ر می فا سولا سی تشکیل میده. خب اینا لاتینه، اینا یه چیز آکادمی بین‌المللیه، باید یاد بگیریم. خب حالا میخوایم آکوردها رو یاد بگیریم. پس دو قسمت داریم، آکوردهای ماژور، آکوردهای مینور. آکوردهای ماژور و مینور فرقشون تو چی بود؟ آکوردهایی که جلوشون ام کوچیک باشه مینور، آکوردهایی که هیچ جلوش نباشه ماژور. خب گفتیم آکورد اولمون، آکورد مادر، آکورد اصلیمون دو ماژوره. خب من اینجا میگیرم، ببین دو ماژور از سات نوت هم تشکیل شده، پس آکوردامون سه صداییه. خب این میشه دو ماژور. حالا به ترتیب این همینی که دو تا سی رفتیم، آکورد ماژور و مینور رو پشت سر هم اجرا میکنیم. خب پس طبق این چیزی که الان اینجا هست و حالا دارید میبینید، اینو بهتر نوتاشو بدونم. حالا من دونه دونم اینجا الان میگم که هر آکورد از چه نوتی هم تشکیل شده. خب الان میخوام دو ماژور رو بگیرم. اولین آکوردم، ببین نوت دو میگیم دو ر می فا سول لا سی، پس آکورد دوم دو ماژور از نوت های دو می سول تشکیل شده، این میشه دو ماژور. حالا میریم آکورد بعدی. آکورد بعدی اولی گفتیم ثابته، ببین یعنی نوت دو، دومی هم ثابت نوت سول، سومی انگشت وسطمون این میره بالا، یعنی میشه چی؟ میشه می بمول، میشه دو مینور، میرم دو مینور. خب پس این شد دو ماژور، این شد دو مینور. خب حالا میریم بعدی، اسم آکورد بعدی هست ر مینور، میشه ر فالا، میرم میشه ر فالا. ر ماژور میشه ر فا دیز لا، میرم ر فا دیز لا. میریم به آکورد بعدی می مینور، می سول سی. حالا میخواییم می ماژور رو بگیریم، میشه می سول دی اس سی، اینم میشه می ماژور. خب بعدش میرسیم به آکورد فا ماژور، میشه فا لا دو، فا لا دو. بعدش میرسیم به آکورد فا مینور، میشه فا لا بمول دو، این میشه. میرسیم به آکورد بعدی، میشه سول ماژور، میشه سول سی ره، اینم سول سی ره. بعد میرسیم به آکورد سول مینور، میشه سول سی بمول ره، سول سی بمول ره. بعد آکورد بعدی لا مینور، میشه لا دو می. آکورد بعدیمون میشه لا ماژور، میشه لا دو دیز می. آکورد بعدیمون میشه سی مینور، میشه سی ره فا دیز. ببین سی ره فا دیز، این یه خورده چون سخته دونه دونه میگیرم. بعد با هم آکورد آخرمون که میشه سی مینور یا سی ماژور، یه خورده حالت دست گرفتنش مشکل میشه. سی ر فا دیز، پس میشه سی مینور. حالا میخوایم سی ماژور بگیریم، میشه سی ر دیز فا دیز، به این صورت. خب الان کل آکوردهای مینور و ماژور، یا به ترتیب از اونجایی که من شروع کردم، حالا ماژور مینور، من به ترتیب برای شما گرفتم. پس مهمترین چیز آکورده. شما هر کتابی بگیری تو خونه بخوای آهنگاشو بزنی، دیگه با اینها سر کار داره، با این آکورد سر کار داره. دیگه بعد متوجه شی وقتی یه آکورد زیرش مینویسه ای ام، یه آکورد رو مینویسه ای، دیگه بدونی اسمش هست ماژور، اسمش هست لا ماژور، اسمش هست می مینور. این نشون میده که سواد موسیقی بالاست، بلدی، این آکادمی موسیقیه. پس بعد آکورد مینور و ماژور رو بلد باشی. از همینا ما میتونیم پیانو آکوردهای متفاوت بزنیم. خب تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ لاتینش رو یاد گرفتیم، مینور و ماژور یاد گرفتیم، رو پیانو دونه دونه هم یاد گرفتیم. خب این به این صورت. حالا ارزش نوت‌ها هم که اون جلسه بهت گفتم، نوت‌هایی که شروع میشه نوت گرد که 4 ضربه، بعد گرد تقسیم میشه میشه سفید 2 ضرب. ببین تو هر آهنگی ما داریم، مثلا این آهنگ رو ببین، علائمش که هست باید یاد بگیریم. خب این کلید سوله، معرفه حضور همه موزیسین ها هست، همه میشناسن کلید. متو پیانو یک کلید فارم داره، یه سرکلید دیگه داره که جلسه پیش بهتون توضیح دادم. خب حالا دونه دونه بخوایم آهنگا رو بریم جلو، ما بعدا بهش نشون میدیم. فقط نگاه کن هم آکوردایی که یاد گرفتی، ببین مثلا اینجا AM E بلا فاصله، ببین تو این آهنگ تو نگاه کن ببین چند تا داریم، ببین GM DM D CM. خب اینا رو بلد باشی میفهمی چه، یعنی میتونی بگی این سول میناره، این ره ماژوره. به خاطر همین میگم، پس این یه چیز اصولیه که باید بلد باشیم.
انواع اقسام آهنگ ها حالا اینجا هست، حالا بعدا تو جلسات بعدی درس جلوتر بهش اشاره میکنیم، مدل های مختلفش. الان برای ما مهم این بود که آکورد های مینور و ماژور رو کامل یاد بگیریم. باز ببینید دارم به سر زمین، تو هر آهنگ میبینید دقیقا اینا آکورده، اینا میشه دست راست، آکورد دست چپ زیرش نمیشه، میشه ببینید دی ام جی ای ام سی جی، پس به این صورت آکورد ها میشه. خب حالا میخواییم آکوردهایی که یاد گرفتیم رو شروع کنیم به زدن. ما تو هر آهنگ متفاوته، یا آهنگ داریم 4/4، یا آهنگ داریم 3/4، یا آهنگ داریم 6/8، پس آکورداش متفاوته، میتونه سیکلای آکوردی فرق داشته باشه. خب حالا میخواییم چیکار کنیم؟ الان ماژور و مینور رو ما یاد گرفتیم. خب دست راست میزنیم کنار، فعلا میخواییم باهاش ملودی بزنیم و میزنیم کنار، حالا دست چپمون. خب ببین دست چپ آکوردهایی که گرفتیم، باز من اینجا که حالا بتونی بهتر ببینی، ببین دو ماژور، دو مینور، اینم باز کل آکوردام شد. خب حالا همونطور که جلسه پیشم گفتم، تو درسای پیشم گفتم، برای آهنگ زدن متد آموزشی بدون پداله، ولی آهنگ زدن باید پدال باشه، چون پدال به ما یه تنین خوش صدایی میده، خوشگل ترش میکنه. خب حالا میخوام دونه دونه آکوردها رو حالا امتحان کنیم. مثلا این آهنگ آکوردش 4/4، ما همون دیگه مینور و ماژور رو یاد گرفتیم، بلدیم، حالا میخوایم آکوردش رو بزنیم. توی این آهنگ مثلا اسم آهنگ از پاییز در برگ ها گم بود، به ما مثلا گفته خب این کلید سول، این گفته 4/4، خب اینا سکوته، اینا هم که نوت سیاه قبلا شناختیم، نوت گت هست، سفید هست، همه چی یاد میگیریم، اینا هم یاد گرفتیم تو آهنگ، تو درس بعدی قبلی و بعدی. خب ببین بالاش خودش مثلا گفته 4/4، از کجا بفهمیم آکورد چیه؟ ببین تو هر میزان، میزان یعنی این یه خط این ورش باشه، راست و چپ بسته بشه، به این میگیم یه میزان. ببین این میزانه، این میزانه، از تعداد نوت هایی که اون توی تعداد ضرباش میفهمیم که چندومه. خب اگه یه باقی اینجا مثلا ننوشته بود، ببین 1 2 3 4 ضربه، یعنی میزان 4/4. ببین تو هر میزان 4، تو هر میزان بیشتر نداریم، یه نداریم توی میزان 3 ضرب باشه یا توی میزان مثلا 5 ضرب باشه. ببین 4/4 اینجا مثلا توی این آهنگ اینجا نشون، این آهنگ ایرانی، این آهنگ کلاسیکه. بعد ببین چقدر اینجا تعدد آکورد داریم، اینجا 5 تا آکورد، 4 تا آکورد داریم، اینجا 2 تا داریم، جفتشون 4/4. خب حالا این 4/4 با سی نشون داره، بعد دوتا سرکلیدش مثلا گفته، اولش میگه دوتا نوت منو بمول بزن، بمول بزن، حالا بخواد چی باشه اینجا میگه مثلا سی بمول، می بمول. خب چنگ داریم، سفید داریم، سیاه داریم، انواع اقسام داره. بعد ببین آکوردها رو باز میبینی، همچنان همون مینور و ماژورامون هست، پس این یه چیز اصلی من. مثلا تو این آهنگه ببین خودش گفته 4/4 ترکیبی. خب لا مینور آکوردش میشه لا دومه، این یه چیز اصولیه، ولی آهنگ بعد ببینیم به ما چی میگه. آهنگ میگه ترکیبش کن، وقتی بس از ترکیب میشه، یعنی بعد چند تا نوت رو با هم ترکیب کنیم. خب میایم لا مینور لا دومیمون رو میذاریم کنار، حالا اینی که این گفته رو انجام میدیم، آکوردی که این منظورشه، آکوردش می دو لا دو. ببین ترکیبی ما تو 4 تا میذارم، 1 2 3 4 ترکیب شد آکوردم. اگه میخواستم لا مینور تنها بگیرم، آره میشه لا دو می، تموم شد، ولی خب این 4/4 ترکیبش کرده که هم خوشگلتر باشه، همین که آکورد زیباتر تعویض بشه. ببین 1 2 3 4. حالا یه آکورد دیگه داره، می ماژور، می ماژور گفتم چی میشه؟ می سول سی، میشه می سی سول می، به ترتیب 1 2 3 4. خب این آکورد ترکیب شد، پس این آهنگ دوتا آکورد داشت، یه مینور داشت، یه ماژور داشت، هر آهنگ متفاوته. ببین الان توی این آهنگ ما مثلا 3 مینور داریم، یه ماژور داریم، هر کدوم متفاوته، ولی تعداد آکورداش زیاده. تعداد آکورد یک آهنگ زد باشه، خب اونو خوشگلترش هم میکنه، زیباترش هم میکنه. خب پس به این صورت شد،
آکورد مینور و ماژور یاد گرفتیم، باز تو آهنگ ها دارم بهت نشون میدم ایرانی باشه کلاسیک باشه یاد گرفتیم که چجوری میزنیم. حالا این مثلا چهارچرخ ترکیبی بود، چهارچرخ ترکیبی من اینجوری زدم، به من گفته اینجوری بزن. خب این از این. حالا این آهنگه میخوایم با آکورداش فعلا کار کنیم. خب مثلا آکورد اولش ببین نمیشه جی ام. خب اینجا دیگه ما باید بله باشیم، نه باید بگیم جی ام. وقتی دیدیم خب این یعنی جی یعنی سول، مینور هم گذاشته یعنی مینور، پس این میشه سول مینور. سول مینور چی بود؟ میشه سول سی بمول ره، اسمش روشه دیگه سول، یعنی بعد از سول شروع شه سول مینور ره مینور. خب حالا این هم چهار چهارمه، ولی سیکل آکوردش رو مثلا مدل آهنگ گفته برای من چنگ بزن. چنگ یعنی اینجوری، داشتیم دو تا چهار چهارم، یکیش ترکیبی بود یکیش حالت چنگ بود. به خاطر همین میگم هر آکورد متفاوته و پیانو هم یه بحثی که هست به قول یه سختی که توش هست، به خاطر اینکه ما داریم دو تا دست همزمان با هم کار می‌کنیم، دست راست یه چیز میزنه دست چپ یه چیز دیگه میزنه، اینا بعد با هم سینک شن با هم مچ باشن، دست راست یهو نه دو جلو دست چپ عقب بمونه، سرعت‌ها باید یکی باشه، خیلی باید دقت کنید. مثلا تیکه اول این آهنگو نگاه کن. حالا آکورداش همه مهم این بود که میخواستم تو این درس امروز آکورد رو یاد بگیریم که مینور چیه ماژور چیه زدنشون چیه. حالا این چهارچرخ ترکیبیه، اولش هم لا میناره، حالا میخوایم آهنگ بزنیم، پس پا رو میزنیم رو پدال. ببین به این صورت شروع میکنیم بزدن، دو تا سکوت داره. وقتی میگه دو تا سکوت یعنی این که سکوت نوت نیست ولی ارزش شمردن داره، با دست چپ هم انجام میشه، پس دو تا دست چپ خالی میرم بعدش از نوت سوم دست راستم هم شروع میکنم. من اون چهار خطه این آهنگ زدم. خب دیدی سرعت یکی بود، نه خیلی تون بود نه خیلی یواش بود، دست راست و چپم با هم سینک بود. وقتی یه آکورد اولش میزنه لامینور، شما این لامینور رو ادامه میدی، حالا میخواد دو خط باشه سه خط باشه یا مثلا این مثلا یه خط و نیم باشه، میری تا به آکورد بعدی، میبینی به این رسید، خیلی در آن واحد در سابقه صدام ثانیه پاتو یک بار رو پدال برمیداری دوباره میذاری. میدونی مثل چی بونه؟ مثل کلاژ ماشین بونه، مثلا دنده یک زدی دو زدی میخوای به ماشین نفس بدی بری مثلا دنده سه، خب بالاخره پاتو میذاری رو کلاژ ماشین یه نفس بگیره. این هم همینه، اگه یه زب پات رو پدال باشه مخاطب اذیت میشه، گوشش همش اون صدای تو ذهنشه، بعد این قطع شدن صدا پدال باعث میشه که آکوردات قشنگتر هم بشه. خب این آکوردا بود. پس تو این درس که الان با هم انجام دادیم تقریبا این آکوردا رو مثلا چهارچهارمای ترکیبی و چهارچهارم چنگ رو یاد گرفتیم. مهم برای ما این حالت مینور و ماژور بودنش بود. پس یک بار دیگه ببین تکرار میکنم که بریم سراغ درس بعدی. آکوردی که جلوش ام باشه میشه مینور، آکوردی که جلوش هیچی نباشه میشه ماژور. خب همینطور از دو تا سی ماژور داریم، از دو تا سی هم مینور داریم. خب پس این به این صورت. آکوردها خیلی مهمه، آکوردها رو بعد یاد بگیریم که بتونیم تو آهنگامون استفاده کنیم به صورت مرتب. اما حالا که آکوردها رو یاد گرفتیم میرسیم به آرپژ. آرپژ تکنیکی شما خیلی قبل تر فکر کنم یکی دو جلسه برای تست یاد داده بودم. حالا که اینا رو یاد میگیریم باید که تقریبا آرپژ زدن پیانو رو هم یاد بگیریم، چون خیلی چیز خوشگلیه، یک تکنیک خوشگلیه، چند تا اصول داره، چهار پنج تا اصول داره، اگه همش با هم تکرار بشه خیلی خوشگلتر میشه. خب آرپژ رو میتونیم از هر آکوردی ما شروع کنیم.
لزوما قرار نیست فقط مثلا بگیم از چهار تا آکورد آخر یا اول، ببین میتونیم از مینور و ماژور ترکیب کنیم استفاده کنیم. طریقه زدنش رو من میگم، بعد میریم درس بعدی بیشتر یادت میدم که به چه صورت. خب آرپژ گفتیم چجوریه. آرپژ دست چپ حرکت میکنه با دست راست، به این صورت میرن جلو. ببین دست چپ و راست با هم، اول چپ میزنه بعد راست، بعد چپ بعد راست. ببین چپ میزنه راست میزنه، راست میده جلو، دوباره چپ میزنه دوباره راست میزنه. پس تو آرپش اول چپ میزنه دوم راست میزنه. و زدنش هم که خب میدونی یه همیشه با پدال آرپش هم. خب حالا در همین قسمت آرپش رو میبندیم چون میخوایم آکوردار بیشتر یاد بگیریم، بعد بریم سراغ آرپش زدن. خب اما میخوایم اینم امتحان کنیم بعد بریم سراغ مبحث بعد. این آهنگ خیلی شنیدی، آهنگ لاتین هست، آهنگ خارجی هست. ببین گفته کلید سول، بعد اینجا دیگه چهار چهارم مثل آهنگ قبلی گفته. ببین گفتم این وقتی یه سی میبینی، سی انگلیسی میبینی یا همه حالت تقریبا بگیم دو خودمون، یعنی چهار چهارم. قبلش اومده چی گفته؟ گفته دو تا نوت منو بمول بزن، یعنی هر چی تو آهنگ سی رو میدیدی بمول بزن، من دیگه اینجا نمیام پشتش بی بزنم. خب پس گفته سی رو میتم بمول. حالا ببین آکوردای این آهنگ زیاده، بعد به خاطر همین میگم ببین تعدد آکوردها خوشگلش میاد، ولی میخوام بگم تو هر آهنگ فرق داره. الان تو اون آهنگ پای زبرک گم بود که ایرانی بود ترکیبی بود، تو این به صورت چنگه، آکوردا حالت استکاتو داره. خب سول مینور ره مینور و دوباره سول مینور. حالا ببین میخوایم شروع کنیم بزنم، مهم آکورده، دست راستش رو کار نداره. خب من از اینجا ببین این کار رو میکنم. ببین پا رو پدال چار چار رومه، از کجا باز بفهمیم؟ اگه اونم نفهمیدی ببین این دو ضرب، این سه ضرب، این چهار ضرب، دوباره دو ضرب، سه ضرب، چهار ضرب. حالا این چنگه، این میشه یه ضرب دو ضرب، این هم یه ضرب دو ضرب چهار ضرب، کلا این دوتا که چنگم کلا میشه چهار ضرب، این میشه دو ضرب، این میشه دو ضرب. خب حالا آهنگ رو ببین به این صورته، دست چپ نگاه کن به صورت چنگ زده میشه، فقط آکورد رو دستم گرد. ببین چار چارم بود خب، ولی دیدی آکورد من چند بار هر کدوم بالا و پایین میشد، سفید دو بار بود دو بار، سیاه یک بار، به خاطر همین میگن. بعد با هر کدوم زدم، ببین الان مثلا میگه سی سول سی، ببین خب من با سی که سفید دو تا میزنم، خب ببین بعدیاش یه زنه، پس به این صورته. یه خود تو آهنگ خارجی پس دقت کن فرق داره، ببین هم آکوردا زیاده، هم مینور و ماژور زیاده، همون که شکل زدنش. خب پس به این صورت ما الان دو تا آهنگ رو به این صورت انجام دادیم. خب پس درس 5 و 6 مون که این جلسه بود راجع به آکوردا بود که حسابی یاد گرفتیم دیگه، بعد انقدر یاد بگیریم که میخوایم بریم سراغ تکنیک‌های بعدی. خب حالا ببینیم اینجا نکته چیزی هست بگیم، اینا رو گفتیم تقریبا. باز نگاه کن همون آکورد ها، باز میبینی تو اسم آهنگ هست هاون و گیرا، باز متفاوت، مثلا گل پام چار متفاوت، آهنگ چار چاپلین ببینیم، باز دی ام جی ام اینا رو دیگه باید بشکسیم. مثلا نگاه کن ای ام ای ام جی این آهنگ ها، بعد آکورداش شناخته بشه که دو دیگه راحت بتونیم بزنن، هر کتابی رو با کردیم بزنن. خب پس درس 5 و 6 اینجا تموم شد، کل آکوردا رو یاد گرفتیم، رو پیانو زدم دوتا آهنگم برای زدم که قشنگ درک کنیم. حالا میخوایم برسیم به درس بعدیمون، اما درس بعدی که میشه یه مبحث دیگه شامل انگشت میشه، انگشت گذاری روی پیانو به صورتی که بخوایم ملودیمون رو بزنیم، کجا دستمون راحت باشه. خب حالا یک استوب میدیم تا برسیم به درس بعدیمون.